همدستی با هیتلر. با دوستی سر موضوع حجاب اجباری بحث میکنین. دوست شما از حجاب اجباری دفاع میکنه و شما مخالفین. برای اینکه بحث رو به نفع خودتون تموم کنین بهش میگین طالبان هم همین عقیده رو دارن. اگه خوش شانس باشین بحث همینجا تموم میشه، اما در واقع مغلطه کردین. درسته که موضع طالبان هم همینه، ولی باید دلیل منطقی برای اثبات موضعتون داشته باشین. این اشتباه استدلالی شبیه مغلطه شیب لغزانه. تفاوتش در اینجا اینه که فرض شما این نیست که موضع طرف مقابل به تدریج و با برداشتن قدم‌های اشتباه منجر به طالبانیزم میشه. در واقع شما همین حالا طرف مقابل رو متهم به همدستی با طالبان کردین. نام این استدلال اشتباه مغلطه شریک جرم یا همدستیه. مغلطه شریک جرم حمله به موضع طرف مقابله، صرفا به این دلیل که افراد یا گروه‌های بدنامی هم همین موضع رو دارن. مثلا هیتلر به عنوان یکی از افراد بدنام تاریخ شریک جرم مناسبی برای رد کردن ادعاهای دیگرانه. فقط کافیه یه نکته مشترک بین عقاید طرف مورد بحث با هیتلر پیدا کنی. این یه روش جدلیه و مغلطه‌کار به خودش زحمت نمیده که دلایل منطقی برای اثبات نادرستی یه ادعا ارائه کنه. مثلا مخالفین اوتانازی یا مرگ خودخواسته بیماران بدحال میگن هیتلر هم موافق این کار بوده و به این دلیل اون رو رد میکنن. اما اون چه در اینجا لازمه تحلیل منطقی و نشون دادن شباهت‌های این دو موقعیته، چون اوتانازی با کشتن بیماران لاعلاج که هیتلر به اون اعتقاد داشت خیلی فرق داره. این مغلطه در مباحث سیاسی بسیار شایعه، به خصوص در مبارزات انتخاباتی که کاندیداها به راحتی مواضع همدیگر رو با استناد به اینکه مشابه مواضع مثلا کمونیست‌ها، صهیونیست‌ها، غربی‌ها، لیبرال‌ها یا اسلام‌گراهاست رد می‌کنن. مثلا آیت الله خامنه ای رهبر ایران درباره آزادی زن گفته کسانی که امروز به اصطلاح سنگ حقوق زن رو به سینه میزنن در واقع سنگ آزادی غربی و بی‌بندوباری رو به سینه میزنن و از غربی‌ها تقلید می‌کنن. مشکل این مغلطه اینه که نمیتونه یا نمیخواد نشون بده موضعی که به اون حمله میکنه دقیقاً چه ایرادی داره. این واقعیت که برخی افراد بعد از موضعی حمایت کردن یا کاری رو انجام دادن چیزی به اعتبار نقد اضافه نمیکنه. یکی از راه‌های مقابله با این مغلطه اینه که به طرف مقابل نشون بدیم افرادی حتی به بدی هیتلر هم میتونن باورهای درستی داشته باشن. مثلا هیتلر هم مثل بقیه باور داشت که برلین پایتخت آلمانه و 2+2 مساویه با 4. تازه هیتلر گیاهخوار هم بوده که این قطعا دلیل بدی گیاهخواری نیست. یادمون باشه موافقت یه فرد یا یه گروه بدنام با یه عقیده اصلا دلیل مناسبی برای رد کردن اون عقیده نیست.